سعدی شیرین سخن گفت به فصل بهار برگ درختان سبز با خط رخشان سبز هر ورقش دفتری است معرفت کردگار عرض سلام و ادب و احترام خدمت شاگردای عزیز سنف نهم افتخار داریم و خوشحالیم که با مجموعه آموزشی مکتب آخادی و با درس زبان و ادبیات دری در خدمت شما عزیزان قند هستیم عزیزان قند در درس سوم در مورد خلق نیکو و اخلاق پسندیده برای شما توضیحات ارائه خواهیم داد البته در بخش دوم در مورد بله یکی از دستورهای زبان تحت عنوان چی صحبت میکنیم دوستان تحت عنوان جمله و اشکال و انواع مختلف اون برای شما توضیحاتی خواهیم داد قبل از اینکه دوستان وارد درس جدید شویم برگردیم در کارخانگی جلسه قبل و میخواهیم مرور بکنیم و ببینیم که کارخانگی جلسه قبل را حل بکنیم سوالات آن را جواب بدهیم و بعد وارد درس جدید شویم خب اگر نگاه بکنید دوستان در پای تخته میبینید که سوال جلسه قبل را برای نوشته ایم بیت را به نصر ساده تبدیل کنید و بنویسید شامل چند عبارت است خب اول ما یک بیتی داریم دوستان از متن درس شما آورده شده حال میخواهیم متناسب با چی؟ متناسب با قاعده دستوری جلسه قبل که در واقع چی بود؟ عبارت بود او را برای شما توضیح دهیم اولا میگوییم که در واقع نصر ساده خواسته شعر را میخوانیم یک بار به نصر ساده و روان برای شما مینویسیم ز آواز پای او همه زنجیرها شکست های سر بفلک لرزه او فتا. در مورد که بود دوستان در مورد پیامبر مکرم اسلام بود خب حال مییم اولین رو معنی کنیم دوستان ببینیم چی میشه خب میگویم چی از صدای پای پیامبر همه بندها و زنجیرها شکسته شد و قصرهای بلند و بالا به لرزه افتادند خب حالی نگاه کنید دوستان ای شد چی؟ ای شد معنای ساده سلیس و روان ایوه از صدای پای پیامبر همه بندها و زنجیرها شکسته شد و قصرهای بلند و باروهای بسیار بسیار بلند چی شدن دوستان؟ در لرزه افتادن حالی ما چی خواستیم از شما؟ از شما خواستیم که عبارت را مشخص کنید خب عبارت چی بود؟ در جلسه هم گفتیم که عبارت در واقع چیست؟ عبارت در واقع مجموعه از تعداد کلمات هستند که در واقع به جای یک معنا و به جای یک کلمه واحد می آیند معنای کاملی ندارند در واقع قسمی و جزئی و بخشی از یک جمله هستند ولی چی میکنن ولی با همدیگر اتصال برقرار میکنن عبارت ها گفتیم در داخل جمله دو نشانه داشت دوستان نشانه عبارت ها چی بودن گفتیم یا نشانه عبارت یا گفتیم نقش نمای کسره بود یا یک حرف میانجی بود تحت عنوان یای میانجی میگفتیم هر زمانی که دیدین در داخل یک جمله این یک عبارتی داشتین که از طریق کسرت همدیگر متصل شده بود یا از طریق یک یای میانجی به هم وصل شده بود او را میگفتن عبارت حال ببینیم میگم از صدای پای پیامبر نگاه کنید دوستان صدای پای پیامبر این میشود یک عبارت همه بندها و زنجیرها شکسته شد همه ی یا کنید یک ی اینجا می آید همه ی بندها یک عبارت <applause> و قصرهای بلند و بالا به لرزه افتادن قصرهای بلند قصرهای بلند یه هم میشه چی دوستان یک عبارت حال نگاه کنید یک حرف واو وجود دارد حرف را واو دوستان این حرف واف که شما ببینید یک حرف چیست یک حرف ربط است کلمات بعدی میتواند به کلمات قبلی اتصال پیدا کند ولی در حوزه ای عبارت در داخل ای عبارت جای نمیگیرد. پس عبارت ها ما چی شد صدای پای پیامبر همه بندها و قصرهای بلند این سه نو شو چی عبارت ما در داخل جمله ای که برای شما تحت عنوان کار خانگی سپرده بودیم خب دوستای عزیز کار خانگی رو تمام میکنیم وارد درس جدید میشویم میخوایم ببینیم که در حوزه درس جدید تعلیف کتاب و معلف کتاب چیزی برای ما آورده است میگویم انسان خوب و مسلمان با اخلاق پیامبر باید آشنا شود خب یکی از چیزهایی که تحت عنوان تکلیف برای تمامی ما مسلمانان است که به پیامبر خود نگاه کنیم و بر مبنای اخلاق و رفتار و خلق و خوی پیامبر مکرم اسلام رفتار نماییم خب در قرآن کریم آمده است که در مدح پیامبر ذکر شده لکم فی رسول الله اسوته حسنه به درستی که پیامبر برای شما اسوه نیکویی است از پیامبر خود در اخلاق در رفتار الگو بگیرید اصفه بگیرید دین اسلام دین اخلاق نیکو و خلق خوش است دین اسلام دین مهربانی و پیامبر اسلام پیامبر مهربانی است قرآن کریم برای پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ذکر میکنند چی میگویم؟ در سوره قلم آیه چهارم میگوید انک لعلا خلق عظیم و تو بر قله اخلاق نشستی پیامبر بالاترین و بالاترین مرتبه اخلاق را تصرف کرده دارا هستند ما سعی کنیم تأثیب کنیم تبعیت بکنیم و یاد بگیریم از پیامبر و بر مبنای اخلاق نبوی رفتار بکنیم خب دوستان حال میم در مورد ادامه بحث توضیح میدهیم میگوییم که خب ما بحث ما در مورد چیست؟ در مورد اخلاق است خب اخلاق کلمه است که از خلق گرفته حال خلق تعریفش چه بشود؟ خلق دو تعریف دارد یک تعریف لغوی دارد و یک تعریف اصطلاحی دارد تعریف لغوی یا همون تعریفی که در واقع واژگانی کلمه میباشد چیست؟ خوی و عادت خوی و عادتی که هر یک از ما در طول زندگی روزمره نسبت به دیگران یا نسبت به خود یا نسبت به گیاهان نباتات حیوانات داریم این میشود اخلاق ما معنای اصطلاحیش میشود انجام اعمال نیک انسان هر کار نیکی که انسان انجام میدهد در عنوان حوزه اصطلاحی معنای خلق میشود خب حالا می وارد کتاب هایی که در حوزه اخلاق در واقع کار کرده و چیزهای زیادی برای ما آورده است نخواست وارد چی می وارد قرن پنجم میشوید یکی یک از شخصیت های بسیار نامی قرن پنجم شخصی است به نام ابو حامد امام محمد غزالی اشان کتابی دارد به نام کیمیای سعادت کیمیای سعادت یعنی چی؟ کیمیای سعادت یعنی کتابی که در حوزه چی نوشته شده است؟ در حوزه در واقع حدیث و اصول اسلام نوشته شده است خب کیمیا سعادت در واقع چهار بخش دارد خودشناسی، خداشناسی، آخرتشناسی و دنیاشناسی این چهار بخش کتاب است که در واقع ابو حامد امام محمد غزالی این محدث و فقیه نامی قرن پنجم نگاشته است این کتاب در واقع آمده است که میگوید خداوند تبارک و تعالی در مورد پیامبر مکرم اسلام آورده است و انک لعلا خلق عظیم و انک لعلا خلق عظیم به درستی بدان که ایزد تعالی بر رسول مقبول صلوات الله علی سنا به خلق نیکو گفت از طرف خدا پیامبر مت و ستایش به اخلاق نیکو و سفاره شده است یک کتاب دیگری داریم در قرن چهارم توسط یکی از محدثین و فقهای های بسیار نامه دیگر نوشته شده به نام حاکم نیشابوری نام کتاب چیز مستدرک این کتاب مستدرک که در واقع کتاب بسیار مشهور در حوزه در واقع فقه و اصول دین می باشد در این کتاب نیز در واقع یک حدیثی آورده شده است برای پیامبر مکرم اسلام میگویند چی میگه ان نما بو است و المکارم الاخلاق من برای اتمام و اکمال مکارم اخلاق فرستاده شدم این کلام کلام کیست دوستان این کلام کلام پیامبر مکرم اسلام است که هدف از نزول پیامبر هدف از آمدن پیامبر بین مردم جامعه چی میباشد؟ باشد؟ ایست که اخلاق نیکو رفتار خوب با دیگران را به مردم یاد دهند نمونه کسی که اخلاقش رفتارش با شخصیتش یکی میباشد باشد و در واقع بر بلندای قله اخلاق نیکو قرار دارد کیست؟ پیامبر مکرم اسلام است شخصی نزد پیامبر مکرم اسلام آمد از ایشان سوال کرد که چی؟ که دین چیست؟ پیامبر مکرم گفتن که دین چیزی جز خلق نیکو اخلاق خوش نیست شخصی دیگری آمد نزد پیامبر گفت فاضلترین یعنی بهترین برترین فاضلترین اعمال چیست پیامبر مکرم فرمودند برترین اعمال در نزد من اخلاق نیکوست پس دوستان نگاه کنید نشان میدهد که بهترین و والاترین و برترین اخلاقی که در بین مردم باید باشد و برای ائمه ما برای پیامبر ما برای بزرگان دین ما برای محدثین ما برای فقهای ما برای دانشمندان و همه, و همه و همه و همه بسیار مهم است چیز اخلاق نیکو می باشد که در واقع اهمیت دارد سعدی شیرازی در ادامه در واقع یک بیتی میفرماید در متح اخلاق نیکو میدانه که شیخ مسلح الدین سعدی شیرازی در واقع استاد سخن شیخ عجل و در واقع کسی که در حوزه ادبیات دری بلا منازع است حریفی ندارد ایشان در قرن هفتم به هجری قمری زندگی میکند و دو کتاب مشهور دارد یک بوستان و دوم گلستان کتاب بسیار بسیار مهمی در حوزه ادبیات در است ایشان یک بیت شعر در مورد چی میارد در مورد اخلاق میارد چه میگوید میگویند که خلق خوش خلق را شکار کند عقل بهتر از این چه کار کند به چی چه شعر گفت از حضرت شیخ عجل استاد بلا منازه سخن میگوید که اخلاق خوش همه آدمها، ها انسان ها را جذب میکند جذب میکند اگر میخواید همه به شما شیفته شود همه علاقه من شود چیکار کنید راه جذب انسان ها اخلاق خوش است خلق خوش است کلام خوش است و هیچ عقل و هیچ عقلی بهتر از این کار کار دیگری نمیتواند انجام دهد بهترین کارها در نزد عقل چیست اخلاق نکوست انسان مسلمان دارای اخلاق حمیده است اخلاق حمیده یعنی چی؟ یعنی اخلاق پسندیده خلق خوش اگر میخواهید که اطراف شما همیشه مردم جمع شود و مردم جذب شود کشش شش پیدا کند در شما چیکار کنید؟ اخلاق خوش داشته باشید عمل در خانواده مکتب و جامعه بر مبنای اخلاق نبوی گفتیم پیامبر اصفه ماست کسی که اصفه ماست در همه ابعاد در همه حالات باید ما از او بکنیم داستان پیرزن یهودی و رفتار پیامبر با او در انتهای درس شما دوستان یک داستان ذکر شده میگویند که یک پیرزن یهودی بود است که هر زمانی که پیامبر از کنار خانه ایشان عبور میکرد و میرفتند این پیرزن از آنجایی که نفرت نسبت به پیامبر مکرم اسلام داشتند از خاکروبه و آشقالهای خود را به سمت پیامبر میرختند و پیامبر را کسیف میکردند و پیامبر در قبالشان هیچ کاری نمیکردن لبخند میزنند و از کنارشان رد میشدند روزی از روزها پیامبر از همین مسیر همیشگی خود عبور میکند و میبیند پیرزن نیامد فردایش آمد باز پیرزن نیامد پس فردا آمد باز پیرزن نیامد پیامبر تعجب کرد گفت چه شده است سوال کردن از مردم پرسیدند و جویای حال ایشان شدند متوجه شدن که پیرزن مریض است پیامبر به عیادت ایشان میآید و از ایشان دلجویی میکنند پرزن وقتی رفتار پیامبر را میبیند رفتار خود را میبیند با هم مقایسه میکند خجالت زده و پشیمان میشود و در لحظه شهادت این را بر زبان جاری میکند و مسلمان میشود این مسلمان شدن پرزن نتیجه چیست نتیجه اخلاق خوبی است که پیامبر مکرم اسلام از خود بروز داده ما هم اگر میخوایم پیرو واقعی پیامبر باشیم باید در تمامی ابعاد علل خاصه علل خاصه چی دوستان اخلاق خوش رفتار خوش سعی کنیم از یاد بگیریم خب میرسیم دوستان در بخش دوم که قواعد دستوری در حوزه قواعد دستوری ابتدا میایم در مورد جمله صحبت میکنیم میگوییم جمله چیست جمله کلمه یا مجموعه ای از کلمات است که روی هم معنای کاملی داشته باشد پس اصل مهم در حوزه جمله چیز است که یک معنای کامل یک معنای تمام را به طرف مقابل برساند یک مجموعه از کلمات که باعث ایجاد یک معنای تام بشود. می شود مانند چی می نیشابوری در قرن ششم میزیست است یک جمله کامل است که یک معنای کامل را میرسانیم خب یک دو تا نکته داره دوستان نکته اول اولا میگویم که جمله حداقل از دو تا جزء تشکیل شده دو جزء اصلی که در جمله وجود دارد یکی فعل است و دوم فائل است پس جمله حداقل از دو جزء تشکیل شده یک فعل و دوم فائل خب مانندش میگویم جمشید آمد جمشید میگویم چی جمشید فائل ماست و آمد میشود فعل ما حال ممکن است فائل بعضی وقتا اسم ظاهر نباشد یعنی در ابتدای جمله نیاید حالا گفتیم جمشید آمد جمشید بود چی؟ فائل ما در جمله پایین میگم رفتم رفتم رفت خودش دوستان فعل است ولی اون میمی که در انتهای فعل آمده شه اون نشانه فاعل است او شناسه است وقتی میگویم رفتم باز هم میشه یک جمله کامل دوستان حتما نباید بگویم من رفتم میگویم چی؟ رفتم خب حال میم تقسیم بندی میکنیم خود جمله رو و نگاه میکنیم که جمله بلاخاز تقسیم بندی دارای سه شکل است سه گونه است که هر کدام را براتون دوستان توضیح میدهیم شکل اول میگویم تقسیم جمله به حیث معنا و مفهوم از نظر معنا و مفهوم جمله دارای چهار قسم است یک جمله خبری است جمله خبری در واقع خبر را میدهد چه میگوید؟ میگوید آمد خبر رو شما به شخصی منتقل میکنه این میشه جمله خبری نوع دوم جمله پرسیشی که معمولا با علامت سوالی که در انتهای جمله می آید تشخیص داده می شود چه میگوییم؟ حامد کجاست؟ یک جمله پرسیشی نوع سوم امریست دستوریست وقتی که شما به کسی خطاب میکنید کنید دستوری میشه جمله امری کتاب ها را باز کنید به خانه برو نگاه کنید دوستان این میشه جملات امری نوع آخر نوع چهارم میشه جمله عاطفی وقتی که غلیان احساسات و عواطف شما در داخل یک جمله نشان داده شود میشه جمله عاطفی عجب هوای خوبی به به این جمله رو که میگویید یعنی یک جمله عاطفی را بیان کردید تقسیم بندی نوع دوم جمله دوستان به دو لحاظ فعل است به لحاظ فعل ما سه قسم داریم یا جمله جمله فعلی است که جمله فعلی جمله است که در انتهایش فعل داشته باشد در اسلاید دا قبلی داشتیم گفتیم جمشید آمد این میشه یک جمله فعلی جمله که دارای یک فعل است یا جمله جمله اسنادی است جمله اسنادی دیگر ما فعل و فاعل نداریم جمله اسنادی جمله است که ما چه داریم سه جز داریم دوستان یک مسند اون الی دو مسند و سه چی دوستان می شود رابطه مسند مسند اون و رابطه مثلا سه جزء اصلی جمله اسنادی حال میگم گم در جمله اسنادی میتونه سه شکل داشته باشد یا صفت باشد یا اسم باشد و یا هم ضمیر باشد و نوع سوم تقسیم بندی جمله به فعل می جمله بفعل یعنی جمله که فعل ندارد جمله که فارغ از خالی است از, از فعل مانند چی؟ مانند خدا حافظ به سلامت ایستادن ممنوع دو دو تا چهار تا این جملات جملاتی هستند که در حوزه جمله های به فعل قرار میگیرد چرا میگن به فعل چون حذف فعل در داخل این جمله یا به قرینه است یا به لحاظ چیز به لحاظ او چیزی که در عرف عام گفته میشود. معمولا بین مردم خیلی میگن که به سلامت دیگر معمولا فعلش رو نمیارد که بیان بکند و بین مردم این جمله بیشتر رواج داشته کاربرد داشته و جا افتاده و نو آخر دوستان تقسیم بندی فعل به لحاظ ساختمان و ترکیب است یعنی از نظر ساختمان از نظر سازه یک فعل را وقتی تقسیم میکنیم دو نوع است یا جمله ما جمله ساده است و یا هم جمله مرکب است جمله ساده جمله است که فقط و فقط یک فعل دارد نگاه کنید دوستان هر زمان جمله شما یک فعل بود و جمله جمله چیز ساده است شیشه شکست شکست اینجا فعل ما دوستان و, و تنها یک فعل داریم یک جمله یک فعلی این را میگن جمله ساده یا جمله مرکب است در جمله مرکب ما چی داریم ما بیشتر از دو فعل داریم ممکن است دو فعل باشد ممکن است سه فعل باشد ممکن است چهار فعل باشد یا ممکن است خیلی افعال متعدد و متنوع داشته باشیم مثال می آوریم اگر قلم را برداری و بشکنی من نمی توانم املا بنویسم نگاه کنید دوستان اگر قلم را برداری بیشکنی بنویسم نگاه کنید دوستان این می شود در واقع چی؟ یک جمله مرکب که در واقع چندین فعل در داخلش موجوده است خب شاگردهای عزیز رسیدیم در کار خانگی کار خانگی جلسه آینده که میخواییم برای شما توضیح دهیم خب از شما یک سوال کردیم سوال چیست؟ میگوید انواع جمله را بلخاظ فعل نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید خب یا کنید دوستان انواع جمله رو ما تقسیم بندی کردیم توضیح دادیم گفتیم جمله یا ل... چیز معنا و مفهوم است یا به ساختمان است و یا هم به لحاظ فعل است حال انواع داشت در واقع جمله به لحاظ فعل او را از شما خواستیم برای ما در واقع نام بردن و برای هر کدام یک مثال بزنید انشالله حتما و حتما با انتقادات نظرات و پیشنهادات ما رو خوشحال کنید کانال ارتباطی ما نمبر تلفن ما را حتما یادداشت بکنید دو صفر نصد و شست و, 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 و راه ارتباطی ماست که ما را میتوانید خوشحال سازید در پایان جلسه امروز رسیم دوستان مانده نباشید تا جلسه بعد و دیدار بعد همه عزیزان را به پاک می سپارم خداوندیار و نگهدارتان